معادن و سنگ آهن تقریبا به صورت مجانی در اختیار صنایع بالادستی فولاد قرار میگیره. نیروی انسانی که اونجا مشغول کار هستن ریال دریافت میگیرن و با دستمزدهای داخلی دارن کار میکنن. سیستم حمل و نقل با ریال کار میکنه و قیمتهای تقریبا در سال ثابتی داره. از طرف دیگه خب خود کارخونه جات با یارانه سوخت رسانی میشه، چه گاز چه برق چه حالا حاملای انرژی دیگه، و خود کارخونه هم با تسهیلات بسیار خوبی که دولت ها میدن ساخته میشن. ولی اتفاقی که افتاد میبینیم که وقتی ارز رشد میکنه صنایع بالادستی ما قیمت تموم شده شون رو با قیمت اف او بی خلیج فارس یا قیمت های جهانی بالانس میکنن و به مردم و دولت در واقع و پیمانکاران دولت محصولاتشون رو میفروشن. خب این مزل بزرگی است. چند تا کارخونه فولاد بالادستی سود هنگفتی میبرن و در واقع این سود هزینه چند باره برای کشور، مردم و در نهایت دولت داره.